شاید بارها شنیده باشین که در تاریخی نزدیک شهاب‌سنگی به زمین برخورد میکنه و زندگی روی زمین رو دچار تغییرات زیادی میکنه. هر بار با شنیدن این خبرها دچار استرس میشیم و با خودمون فکر میکنیم این بار حتما برخورد صورت میگیره و زندگی روی این کره خاکی غیر ممکن میشه. برخورد شهاب‌سنگ به زمین وقتی رخ میده که جسمی یخی، سنگی، فلزی که به دور خورشید میچرخه بعد از عبور از جو زمین به سطح اون برخورد کنه. برخوردهای بزرگتر چاله‌هایی با دهانه بزرگتر در سطح زمین ایجاد می‌کنن و تغییرات جهانی بیشتری را در جو به وجود میارن. برخورد شهاب‌سنگ‌های بزرگ به شدت نادره، اما فرضیه‌ای قوی در مورد برخورد شهاب‌سنگی بزرگ به زمین وجود داره. طبق این فرضیه حدود 66 میلیون سال قبل در نقطه‌ای روی زمین به اسم یوکاتان پنینسولا در مکزیک شهاب‌سنگ بزرگی برخورد کرد. این برخورد منجر به نابودی و انقراض خیلی از گونه‌های گیاهی و جانوری مثل دایناسورها شد، البته به جز اجداد پرندگان. قطر این شهاب‌سنگ حدود 180 کیلومتر بوده و انرژی آزاد شده بعد از برخورد برابر 100 میلیون مگاتون TNT تخمین زده شده. سرعت برخورد شهاب‌سنگ‌های کوچک به سطح زمین برابر 4 تا 40 کیلومتر در ثانیه است. سرعت شهاب‌سنگ‌های بزرگتر بعد از ورود به جو زمین و وارد شدن نیروی اصطکاک به اون تغییر محسوسی نمی‌کنه. بنابراین با سرعت بالایی به سطح زمین برخورد می‌کنه. طبق محاسبات انجام شده، شهاب‌سنگی با قطر 30 متر، وزنی برابر 300 هزار تن و سرعتی برابر 15 کیلومتر بر ثانیه، انرژی برابر 20 میلیون تن TNT آزاد می‌کنه. برخورد شهاب‌سنگی با اندازه‌ای بزرگتر از حدود 1 کیلومتر به زمین در تمام سطح زمین احساس میشه. برخورد شهاب‌سنگ‌های کوچکتر مثل اثر فوران آتش‌فشانی منجر به تخریب زیست‌بوم در نزدیکی محل برخورد میشه. اما برخورد شهاب‌سنگ‌های بزرگتر میتونه اثر جهانی داشته باشه و بر زندگی روی سطح زمین تأثیر بذاره. انسان امروزی در مورد اثرهای ناشی از برخورد شهاب‌سنگ‌های با اندازه‌های بزرگتر از 1 کیلومتر به زمین اطلاعات و دانش کافی نداره. اما با استفاده از محاسبات و شبیه‌سازی‌های دقیق و انجام آزمایش‌های گوناگون میشه اثرهای ایجاد شده بعد از برخورد شهاب‌سنگ‌های بزرگ رو تخمین زد. در ادامه در مورد اثرهای برخورد شهاب‌سنگی به بزرگی اندازه 1 کیلومتر به زمین و چگونگی انقراض گونه‌های مختلف بر روی سطح زمین صحبت می‌کنیم. زمین لرزه‌های سهمگین تا بزرگی 13 ریشتر رخ میده. پس لرزه‌های بسیار بزرگ بعد از هر زمین لرزه منجر به تخریب قسمت‌های مختلف زمین میشه. مقدار زیادی گرد و غبار وارد جو زمین میشه که این گرد و غبار چند ماه از رسیدن نور خورشید به زمین جلوگیری میکنه. زمین وارد فاز تاریکی ممتد میشه و دما در سراسر جهان افت چشمگیری میکنه و پدیده شبیه به زمستان هسته‌ای رخ میده. همچنین نرسیدن نور خورشید به زمین منجر به کاهش فتوسنتز گیاهان میشه و از اونجایی که فتوسنتز گیاهان یکی از بخشای اصلی زنجیره غذاییه، تمام زیستبوم‌ها از بین میره. در اثر برخورد شهاب‌سنگ به زمین مقدار زیادی گرما تولید میشه که این گرمای تولید شده سبب تبخیر یا ذوب سنگ‌های محل برخورد میشه. دود ناشی از تبخیر یا ذوب سنگ‌ها مانع دیگه‌ای از رسیدن نور خورشید به زمینه. اما سوالی که اینجا به وجود میاد اینه که اگر شهاب‌سنگ به جای خشکی به اقیانوس یا دریا برخورد کنه چه اتفاقی میفته؟ باید بگم که در اثر این اتفاق آب اقیانوس به طور ناگهانی تبخیر و مقدار زیادی بخار تولید میشه. بخار آب و گاز دیوکسید کربن به مدت زیادی در جو باقی میمونه. حتی بعد از تموم شدن گرد و غبار در جو این دو گاز باقی میمونن. این گازهای گلخانه‌ای نور خورشید رو پراکنده میکنن و منجر به گرمایش زمین میشن. بنابراین بعد از زمستان جهانی گرمایش جهانی برای سالهای زیادی بعد از برخورد شهاب‌سنگ رخ میده.
برخورد شهابسنگ حتی میتونه منجر به بارانهای اسیدی بشه. حالا چطور و به چه دلیل این اتفاق میفته؟ باید بگم که بعد از برخورد شهابسنگ به زمین موج ضربه‌ای تولید میشه. در اثر این موج ضربه‌ای مقدار زیادی اکسیدهای نیتروژن در اثر ترکیب نیتروژن و اکسیژن در جو زمین تولید میشه. این اکسیدهای نیتروژن با آب موجود در جو ترکیب میشن و نیتریک اسید تولید میکنن. در نهایت نیتریک اسید تولید شده به صورت باران اسیدی بر روی سطح زمین میباره و آبهای سطحی هم اسیدی میشن. شهابسنگی به نام KF16-2018 طبق گفته ناسا قراره به زمین برخورد کنه، اونم در تاریخ 8 آگوست. لینک ویدیوش رو این بالا براتون میذارم، پیشنهاد میکنم این ویدیو رو هم حتما ببینید. لایک و کامنت و سابسکرایب هم فراموش نکنین و تا ویدیوی بعدی بدرود.